ادامت تا که قربانت شوم من، ادامت تا که قربانت شوم من، ما قربانی دو زلفان شوم من. تو باشی کعبه من دورت بگردم، زیارت کرده زوار شوم من، زیارت کرده زوار شوم من. با عرض سلام خدمت وطندارا و قومای گلم، امشالله که جور سعدمند باشید. عید فطر سعیده برای یکایک شما تبریک عرض میکنم. امشالله که این عیده به خوشی و سلامتی سپری کرده باشیم. امیدوارم که تا سال آینده اگر عجل مولد بود و زندگی بودیم، شاید یک عیدی خوشتر و شادتر و از این بهتر باشه. فعلا که همه میدونه که کشور ما به یک بحران بسیار بعد گرفتار شده که همه از بیکاری و از ناداری و از همه چیز گرفتاره. خدا انشاءالله که ما را از این پریشانی و از این مشکل نجات بده انشاءالله. سلام دوستان، سلام گرم و نرم ایدی برای همه دوستان و آشنایان. انشاءالله که اگید خوب و خوش و پر از صفا و پر از برکت داشته باشیم. و نگفته نمانه که ماه مبارک رمضان را انشاءالله که به خوبی و خوشی سپری کرده باشیم. تشکر، یک جهان عید شما باز هم مبارک باد. به نام خدا. 30 روز در ضیافت الهی مهمان سفره افطار نعمات پروردگارمان بودیم. امیدوارم که در جهاد با نفس، جهاد اکبر، تمام افغانهای سرزمینمون در فتیه روز عید فطر همانطوری کارنامه درخشانی در صحنه‌های نبرد قتال با اونچه که جهاد اسقر یاد می شد سربلند بیرون آمدن، تک تک افغانها، تک تک بروبچه ها و نسوان افغانستان در جهاد اکبر، در جهاد با نفس خودشون سربلند و آبرومند از این آزمون الهی بیرون آمده باشند. جل جلال اجلیان. سلام خدمت تمام دوستا، چی در خارج باشید، در داخل از کشور عزیز ما افغانستان است. عید سعید فطر را خدمت تک تک شما دوستان تبریک و تحیه درد بکنم. انشاءالله که در کنار فامیلتان یک عید خوب و خوش داشته باشید. هر جا باشین خوش و خندان باشین، موفق و پیروز باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت دوستان، عزیزان، بینندگان گرانقدر، امیدوارم انشاءالله صحت و سلامت باشین. جا دارد که این روز بزرگ خجسته و عید سعید فطر را خدمت تک تک دوستان، عزیزان، بینندگان گرانقدر تبریک و تهنیه عرض کنین. انشاءالله عید پرمیمنت، عید خوشحالی، عید وحدت، برادری، اخوت، آرامش، آسایش و یک جهان برادری در سر تا سر گیتی، خصوصا کشورهای اسلامی، خصوصا کشور مظلوم و رنجیده و ستم دیده ملت افغانستان عرض می کنم. انشاءالله خداوند همه تان را به قابوس حضرت علی ابن مختار رضا مشرف بگرداند. در این شب عید انشاءالله خدمت عزیزان برس برسانیم که نایب زیاره تک تک شما عزیزان هستیم. انشاءالله در حق همه دعا می کنیم که از گزند روزگار در پناه عزیز منان باشیم. خداوند به همه شما قوت و قدرت بده که بتانین و قبول سجیر منصر را برسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان سلام، طاعت عباداتتان به درگاه خداوند قبول باشه. ایام عید سعید فطر و تمام شما خوبان و عزیزانم که در داخل افغانستان هستید و یا هم در بیرون از افغانستان در ملک غربت به سر میبرین، مبارک باشه ایدتان و امیدوار استم روزای خوش و خوب
کنار هم دیگه داشته باشین، یک دیگر تان دوست داشته باشین و از دل به یک دیگر محبت کنین. خدا نگهدارتان، همتان دوست دارم. سلام، وقت شما بخیر. تشکر که بر ما وقت دادین که زمینه باشد برای تبریکی عید به همه بینندگان گرامی. ما از صمیم قلب عید سعید فطر را بر همه بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزومندم که یک عید پرمیمنت داشته باشه و در این ایام خوب و خوش باشن، و در ضمن آرزومندم که همه شهروندان گرامی، همه ملت عزیز ما در این روز خوبی و خوشی از مواد منفجره استفاده نکنه، به خاطر از اینکه بسیار یک مورد ناشی هست که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم. اما یک چیز را که یادآور شوم و خواست ما از حکومتی است که اگر بتونه این عید را دو عید بکنه و دروازه های مراکز آموزشی و دانشگاه را بر روی ما باز بکنه، و بسیار پرمیمنت خواهد شد. سلام و عرض ادب خدمت تمام برادران و قومای عزیز و وطندارای عزیز. عید تمام برادران مبارک باشه. انشالله که عید خوش و خورم داشته باشین. السلام علیکم. فرا رسیدن عید سعید فطر را برای همه شما دوستان تبریک عرض نموده، انشالله که عید خوب خوش کنار فامیل دوستان داشته باشید. سلام علیکم وطندارای گل، عید را از صمیم قلب به همه شما تبریک گفته و از خداوند عزت منان خواهانم که با آغوش خانواده خود گرد و صمیمیت باشد. با احترام. سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان نهایت گرامی. عید شما مبارک، دعات عبادات شما قبول درگاه حق باشد. عید خوب خوش داشته باشید. در هر گوشه و کنار دنیا هستید، جور و صحتمند، شاد و خندان، موفق و پیروز باشید.